سلام سلام به دوستان عزیزم به این ویدیو خیلی خوش اومدین امروز قراره که با هم دیگه این دو مدل پاپیون رو که خیلی هم ترند شده و کاربورت های خیلی زیادی هم داره آموزش ببینیم و یاد بگیریم به چه صورتی هستش بریم با هم آموزش رو شروع بکنیم خب برای مدل اول که مدل قرمز رنگ هست من احتیاج دارم به سه تا پارچه 25 در 15 و 25 در 25 و, و اندازه آخر هم 25 در 20 هست از پارچه های ساتن میتونید استفاده کنید پارچه های کره پارچه های مخمر به سلیقه خودتون بستگی داره روهای پارچه رو روی پارچه رو رو به روی هم قرار میدیم از پشت کار شروع میکنیم این قسمت رو این زل رو به دوختن فقط یک قسمتش رو باز میذاریم که میخوام کار رو در نهایت برگردونیم از این سمت قسمت های دیگر رو هم به همین صورت و اون به این شکلی که من تا میزنم تا میزنیم و این درد رو میدوزیم از پشت پارچمون و یه تیکش رو باز میذاریم اگر که خواستین سر تا سری بدوزید میتونید بعدا خودتون با بشکاف این رو باز بکنید و در نهایت هم در انتهای کار هم این تیکه رو میتونید پستوز بزنید و یا چرخ کنید یه پارچه دیگه به ابعاد 5 در 10 تا 11 سال نیاز داریم برای قسمت وسط پاپیونمون خب حالا من این درز رو شروع میکنم به دوختن با فاصله پایی چرخ خب این درزی رو که داشتیم دوستان من اومدم سر تا سر دوختم ولی بهتره که اون قسمتی رو که برای برگردوندن بهتون گفتم اون تیکه رو ندوزید و باز بذارید و ابتدا و یه هم این مقداری سرقایمی بزنید که درز شکافته نشه ولی اگر یک موقعیتون رفت و دوختید میتونید حالا از بشکاف هم استفاده کنید و یه تیکر رو باز بکنید چیز خیلی پیچیده ای نیستش من هر ستا تیکر رو درز رو می و وقتی که درز رو دوختم من میخوام این درز رو بیارم وسط کارم که در ادامه بهتون به میگم میخوام چیکار بکنم پاپیون ها بچه ها خیلی الان ترند شدن و خیلی اکسسوری خیلی جذابی هستش برای لباس مخصوصا برای مو که میتونید بهش کش بست کنید از این گیره های فرانسوی هستش مدلی که حالا فلزی هست به پشتش وصل کنید و به راحتی میتونید ازش کسب درآمد کنید درس هایی رو که من دوختم میارم وسط کار به این شکل و بهش میزنم و بالا و پایین کار رو میدوزم حتما دقت کنید که اون درس وسط کارمون باشه این یه تیکه رو هم من باز کردم و باز گذاشتم که میخوام در نهایت کار رو برگردونم یه فضای خالی ما اینجا داشته باشیم خب حالا من بالا و پایین کارم و دوختم یه اتو هم بهش زدم از این قسمت این کار رو برمیگردونم به سمت روی کار و گوشه هاشم میتونید با یه جسم نوکتیز با کمک حالا یه دونه قیچی این رو برگردونید و تیز کنید گوشه ها رو که کارتون قشنگ تر بشه قسمت های اضافه رو از پشت کار میتونید برش بزنید اگر داشت و بعد برگردونید به سمت روی کار اون تیکه ای که باز گذاشتیم رو شما میتونید بدوزید الان یا پس دوز کنید خب الان من هر ستا تیکه رو برگردودم به سمت روی کارم و وسط ها رو هم که گفتم میتونید چرخ کنید و پستوز کنید حالا ما میایم به این صورت این ستا رو روی همدیگه قرار میدیم تیکه بزرگ رو میذاریم تیکه دوم رو میایم دقیقا لبش رو میذاریم و وسط کار وسط تیکه اول و تیکه آخر رو هم میذاریم وسط تیکه دوم کناره ها رو هم تنظیم می کنیم که از کناره ها به یه اندازه باشه دقیقا وسط این کار رو ما باید کوک بزنیم من حالا یه خطی رو براتون می کشم که متوجه منظور من بشید خطی رو که می کشم بهتره که چرخ کنید چون اینطوری دوختتون خب مقاومتر هم هستش نه حالا من با سوزن فیکس می کنم کار رو که می این خط رو چرخ بکنم تکون نخوره تیکه ها از روی هم دیگه خب من با یه صابون وسط کارم بالا زله بالا و زیر پایین رو با یه خط ببینید با یه صابون من این رو کشیدم و حالا میخوام این رو ببرم زیر چرخ و چرخش کنم این قسمت رو من چرخ کردم به این شکل و حالا میخوام این رو با انگشتام به این صورت چیم بدیم پاپیونمون رو که شکل بگیره خب دست من رو نگاه کنید به چه صورتی هستش ببینید الان من میتونم این قسمت رو لبه اول به سمت پایینه با حدود یه مثلا یک سانت دو سانت به این شکل تا کنم و به این صورت پاپیونم شکل میگیره این شکلی چند بار این رو چین بدید مقدار چینش و شکلش دستتون به چه صورتی یه دیگه پارچه میخوام به اندازه پنج در ده یازده سانت یه مستطیل و درز رو میدوزیم دو سمتش بازه با سنجای قفلی کار رو به سمت رو برمیگردونیم درز این رو هم میاریم وسط و یه اتو بهش میزنیم که کارمون تمیزتر در بیاد وقتی که میخوام این رو بپیچیم دور پاپیونمون ببینید اینطوری الان من درز این رو میارم وسط و یه اتو بهش میزنم مرحله به مرحله کارمون رو اتو میزنیم که کارمون تمیزتر بشه خب یکی از قسمت ها رو حالا فرق نمی کنه ما به سمت داخل برمیگردیم و یه چرخ میکنیم کنیم لبه این بندمون رو بندی رو ببینید حالا من کار رو برمیگردون از ذله بزرگتر به این صورت ببینید این شکلی یک مقدارش رو میدم به سمت پایین بقیه رو با دستم آروم آروم تا میزنم این همیشه قسمت آخر کارم و قسمت بالای کارم و حالا با یه نخ این قسمت ها رو این دور پاپیونمون رو من میپیچم که کارم فیکس بشه وقتی که میخوام اون نوار رو دورش بپیچم باز نشه و خوشفارم تر بیسته از نخ همرنگ خودش استفاده کنید من برای که تو آموزش واضح دیده بشه از نخ رنگ مخالف استفاده کردم یه گره هم یکی گره هم اینجا بهش بزنید نخه های اضافهش رو قیچی بکنید که از کارتون بیرون نزنه و دیگه میریم سراغ اون بندی نک که میخوام دور پاپیونمون بزنیم بعد که این بند رو زدید خودتون دیگه با دستتون میتونید این رو یک مقداری بهش شکل بدید حالا این بند رو ما میبریم دور پاپیونمون و یه بار میپیچیم دورش ببینیم چقدر لازمه و اضافاتش رو قیچی میکنیم این رو میذاریم دور پاپیون ببینید الان این به این صورت خب این الان پشت کار ما هستش و من این دوتا لبه ها رو میارم روی هم میزنم و چرخ میکنم اما چون یکی از لبه های ما دوخته نشده میتونیم اون یکی لبه رو یه تای کوچیک این شکلی بهش بزنیم به این صورت و ببریم روی لبه اون سمت قرار بدیم و چرخش بکنیم و جوری باشه که پاپیونتون توش خیلی شل نباشه خیلی خیلی سفتم نباشه خب الان ببینید من این دو این پشت کارمه این پشت کار به سمت خودم میارم و این لبه ها رو ببینید اینطوری روی هم میارم و چرخ میکنم خیلی کار ساده ایه دقت کنم هم که خیلی میگم همونطور گفتم گشاد اینو بر ندارید و این درس باید دقیقا وسط پشت کارتون باشه حالا من میام برای بقیه یه کارم میتونم حالا چیکار کنم میتونم روی این پاپیون و دقیقا وسط پاپیون رو که ما این بند رو بهش بست کردیم از مهره های رنگی استفاده کنیم که اون دیگه به سلیقه خودتون بستگی داره با چسب حرارتی روش بچسبونید یا چسب هایی که حالا مخصوص پارچه است و استحکام خوبی داره و میتونید از این گیره های فرانسوی استفاده کنید و داخلش قرار بدید البته خب من اینو نمادین دارم داخلش میذارم که گیره رو که متوجه بشید به چه صورتی هستش ولی شما از گیره فرانسه که تو یکی دو مدل هست میتونید داخلش قرار بدید و حتی وقتی که هنوز بندی نک رو ندادید میتونید یک کش بذارید و با عنوان حالا کشدار باشه این پاپیونتون برای دوره موهاتون استفاده کنید یا دور مچتون میتونید استفاده کنیدش خب حالا بچه ها الان از این وسیله ها میتونید هم توی گفتم روش قرار بدید و زیباتر بش اگرم که نمیتونید به همین سادگی ساده ساده باشه که اونم خودش زیبایی خاص خودش رو داره این گیره هم که بهتون گفتم ببینید میتونید اینجا از این قسمت ببرید داخل و داخل پاپین اون بندینک قرار بدید و به عنوان یک گیره ی مو ازش استفاده کنید این هم انتهای کار امیدوارم کار رو دوست داشته باشید برای دوستان هنرمندتون بفرستید که اونها هم بتونن از این آموزش استفاده کنن یه ایده خیلی خوب و خیلی جذاب هست برای درآمدزایی که بازار خیلی خوبی هم الان داره که شما میتونید با دوختن این پاپیان ها کسب درآمد بکنید و کار خیلی ساده ای هم هست خیلی کار پیچیده و مشکلی نیستش میریم سراغ دو مرحله دوم که که احتیاج داریم به یه مربع سی در سی و یه مستطیل 25 در 20 سانت ما مربع و... یه مربع 25 در 25 مستطیل رو مثل قبلی ما درز رو احتیاج داریم به یه درز که دوخته بشه اما یه روش متفاوت ما میایم دور تا دور کار رو میدوزیم دیگه نمیخواد درز رو اول بدوزیم بعد بیاریم وسط ببینید الان من دور تا دور کار رو میدوزم فقط یک قسمت باز میذارم اینجا و کار رو بعد کار رو برمیگردونم به سمت روی کار چون این درز رو میتونید چون این درز جایی قرار میگیره که درزی که داریم نمیخواد بسط باشه چون این درز چین میخوره و دید نداره مربعمون هم میتونیم حالت مثلث بذاریم دور تا رو بدوزیم یعنی درز رو و مثلث بالا رو جا بذاریم برای برگردوندن یعنی ما این دو درز مثلث رو میدوزیم درز مثلث رو من دوختم اگر که حالا درز اضافی چیزی بود میتونید سبک کنید این مستطیر رو هم دوختم از اینجا کار رو به سمت رو برمیگردونم و گوشه ها رو اضافاتش رو قیچی میکنم که کارم تمیزتر باشه و گوشه هاش تیزتر باشه موقع برگردوندن اضافات پارچه رو میچینم هر چهار تا گوشه رو و بعد کار رو به سمت رو برمیگردونم و با نوک قیچی یا جسم نکتیز دیگه گوشه ها رو میارم به سمت روی کارمون و یه اتو حسابی به هر دو تا قسمت میزنم وقتی که برگردوندم این درز این مست، مستطیل رو و درز و مسلس رو ما میدوزیم چرخ میکنیم یا حالا میتونید پسدود بکنید خب حالا نگاه کنید من این رو به سمت رو برمیگردونم این مدل هم یه مدل خیلی شیک و ترند هستش که شما از پارچه های کرب از پارچه های حالا مخمل از پارچه های ساتن ساتن های آمریکایی ساتن های LX ساتن هایی که بر لباس خواب و اینها استفاده میشه اینها ضد الکتریسته هستش از اونها هم میتونید استفاده بکنید و تنوع کارتون رو با این پارچه ها ببرید بالاتر یادتون نره از پارچه های لینن هم میتونید استفاده کنید که کار رو خیلی اسپورت و قشنگ و فانتزی میکنه خیلی خوشگل میشه با پارچه های لینن اگر مانتوی شلواری دوختید که اضافه مونده ازش میتونید این رو بدوزید یا حالا قبلی رو پاپیون قبلی رو بدوزید خب الان من کار رو به سمت رو برگردوندم و گوشه ها رو چرخ میکنم اون قسمت هایی که باز مونده رو این رو همی میبرم چرخ میکنم و, و, بعد میریم به مرحله سوار کردن این دو تا تیکه روی هم دیگه و با استفاده از نخ و سوزن ما این دو تا تیکه رو به هم وصل میکنیم خب این قسمت بالای مثلث رو من چرخ میکنم و یه اتو هم بهش میزنم مثل قبلی یه دونه بندی نک به عباد پنج در ده سانت یازده سانت و این رو میدوزیم و مثل همون درز رو میاریم وسط و حالا ببینید مثلث من الان از دقیقا از زل وسط زل مثلث من میرم به سمت زل به سمت این بالای مثلث ببینید از روی این زل پایین از یکی دو سانت مونده به لبه پایین شروع میکنم و کوک میزنم کوک هم هم مثل شلال های بزرگ و آلار دو سه سانت خوبه میزنم به این صورت و نخم هم دو سلا میتونید بکنید که مقاوم باشه خب الان ببینید من دوختم رو تا کجا میبرم حلوش مثلا 5-6 سانت 5 سانت مونده به زل بالای مسلس این مستطیل رو میارم میذارم روی این از اون قسمتی که دوخته شده مستطیلی قسمت درزش پایین باشه و بعد این رو ادامه میدم شلال آخرم رو میبرم به نوک مسلس رو بگیره حتماً یعنی آخرین شلالی که روی مثلث من انجام میدم دو تا پارچه رو با هم بگیره و از روی رأس مثلث رد بشه و بعد ادامه میدم شلالام رو که همون دو سه سانت کافیه حالا آخری هم به این صورت هستش به این شکل حالا کارم رو جمع میکنم نخم رو میکشم با دستم تنظیم میکنم پاپیانم رو که از وسط قشنگ رد بشه نخم درزم چون پارچه های خود لخته دیگه خیلی اونطوری شق و رق نیست و دقیقا از وسط پاپیون رچه و پاپیون من کج نشه و نخ رو دورش میپیچم تنظیم میکنم با دستم به این صورت پاپیون رو نخ رو من نخ دولای الان بر من میپیچم و حتی میتونید یکی دوتا کوکم از وسط کار بهش بزنید که کارتون خیلی سفت بشه یعنی سوزن رو ببرید از وسط کار داخل که کارتون محکم بشه ببین الان من یه دونه کوک هم اینطوری میزنم چون اینجا خیلی زخیم شده از میز کمک میگیرم و میگم تنظیم میکنم و دیگه کارم رو فیکس میکنم اینجا و نخ اضافه رو هم قیچی میکنم چند دور کار رو میپیچونم و فیکسش میکنم این الان از پاپیون من که الان فقط مونده که بندینک رو بهش مثل قبلی وصل کنم دیگه تقریبا کارمون تموم شده و انتهای کار رسیدیم به بندینک رو هم انجام میدیم و دو تا پاپیونمون آماده است این پاپیون هم خیلی خوشگله مخصوصا خانمایی که موی بلندی دارن این وقتی که حالا به عنوان گل سر ازش استفاده بشه این دستک های پاپیون روی مو میفته خیلی شیک و خوشگل هسته شما میتونید تو پارچه های خال خالی های رنگ های متفاوت این رو بدوزید از پارچه ساتن هم میتونید استفاده کنید اون هم زیبا میشه امیدوارم دوست داشته باشید بچه ها این دوتا کار رو یه دوتا پاپیون درامتزا واقعا هستش که میتونید ازش استفاده کنید بدوزید و بفروشید امیدوارم دوست داشته باشید کار رو من که خیلی دوستتون دارم مرسی که تا انتهای آموزش مثل همیشه همراه هم هستید و با نگاه زیباتون از کانال حمایت میکنید دوستتون دارم خدا نگهدارتون